هیچ کس نیست که سفر رفتن و دیدن جاهای جدید رو دوست نداشته باشه. همیشه از اینجا شروع میشه که باید بریم فلان جا رو که تا حالا ندیدیم ببینیم. ولی واقعیت اینه که میخوایم از روزمرگی خودمون فرار کنیم. و چه بسا تو این سفرها با آدمایی برخورد میکنیم که جذابیتشون از خود سفر بیشتره. با من باشین در سفرم به لندن. لندن یه شهر توریستیه با پس‌زمینه‌های تاریخی که همه جا میشه دیدشون. سربازایی که جلوی باکینگهام پلس رژه میرن و سیل مردم از تمام ملت‌ها و اقوام که اومدن اونا رو تماشا کنن. و این دوتا سربازی که مثل مجسمه همیشه جلوی در وایسادن. لندن شهری با خیابون‌های باریک، پر از ماشین و آدم و اتوبوس‌های دو طبقه البته و هوایی که هیچ جوری نمیشه پیش بینیش کرد. ولی اینا چیزایی که همه درباره لندن میدونن. من تو لندن میخوام برم سراغ یه آدم، سراغ شمیم، کسی که با سازمان غیرانتفاعی موسیقیش میخواد مردم دنیا رو به هم نزدیکتر بکنه. بر اثر یک اتفاق بسیار گوارا و خوشایند با یکی از دوستان شروع کردیم به خوانندگی در یک گروه بسیار کوچک در نارمک و این باعث شد که با دنیای موسیقی ارتباط من برقرار بشه. تو یادم میاد در یکی از اپراهایی که من شرکت داشتم، اپرای بوریس گودونوف بود در سال 1300 و فکر میکنم 52 یا 3 اگه درست خاطرم بیاد، در اپرای تهران. وقتی تمام شد و خواستیم بریم، من پدر و مادرم رو دعوت کرده بودم برای دیدن این اپرا. آمدم بیرون دیدم مادر داره گریه میکنه. خیلی چیز شدم که مادر چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ گفت من امشب متوجه شدم که اشتباه کردم، به تو گفتم نرو دنبال موسیقی. خیلی جای خوبی رفتی. در همون زمانهایی که ما برای تمرین می رفتیم، یک آگهی رو به ما دادن که کور ملی ایران داره تشکیل میشه. یک کور کاملا رسمی است از جانب دولت ایران. به فاصله چند سال که خب یک کمی اونجا تعلیمات جدیتری برای آواز شروع شد توسط معلممون، یه آقای ایتالیایی بودن، یکی از خواننده‌های به نام ایتالیایی به نام میکل کازاتو، تا زمانی که در واقع کور تلویزیون ایران NIRT تشکیل شد و خانم خالقی مسئولیت و رهبری اون رو داشت. ای آزاد مردان، آمد ای همراهان، مردان
شمیم یه گروه کرد توی لندن از افرادی با ملت‌های مختلف درست کرده که مرتب با هم تمرین میکنن و تو جاهای مختلف اجرا دارن. ازش خواهش میکنم سر راهش به محل تمرین منو تو شهر پیاده کنه که زندگی عادی مردم رو ببینم و بعد به محل تمرینش برم و به اونا ملحق بشم. دعا یک چیزی است که ما رو به خودمون نزدیکتر میکنه، یه حالتی به ما میده، ما رو آرامش میده که بتونیم کارهامون رو درست انجام بدیم. و این چیزی است که من در موسیقی هم خیلی بهش میرسم و موسیقی میتونه بیشتر به ما کمک بکنه که اگر هم میخوایم دعا بکنیم اون دوتا رو با هم انجام بدیم، یعنی با موسیقی دعا بخونیم. این تأثیرش خیلی برای من مهمه و در من تأثیرات بسیار عظیمی ایجاد کرده. همیشه به فکرم اومد که من میتونم یک کارهای جدید بکنم. فرض کنید که چطوری حالا این قطعات رو بدیم به شنوندگان خودش، شنوندگان رو جلب بکنیم، نظرشون بیاد میکنن و گوش کنن. خب اول ما باید ببینیم که چقدر آدم های دیگر رو هم میشه دعوت کرد که همین کار رو بکنن، بیان کارهای جدید بکنن و اینها میتونه تنوع ایجاد بکنه برای جلب آدم های بیشتری برای اینکه این موسیقی ها رو گوش بکنن، چون هم موسیقی گوش میکنن هم ناخودآگاه دارن دعا میکنن و تمام وجودشون خیلی آرام میشه، این آرامش از شنیدن موسیقی. ولی یه نکته رو من باید اینجا بهش اشاره بکنم، این که موسیقی ابزار بسیار بسیار محکم و خوبی است که ما بتونیم آدم‌های دنیا رو به هم نزدیک بکنیم، ایجاد دوستی، محبت بکنیم، در نهایت اتحاد ایجاد میشه، اتفاق ایجاد میشه و صلح بزرگی که همه مردم دنیا رو به هم نزدیک بکنه با این زبانی که بسیار بسیار گویاست، در ضمن اینکه کلماتی درش هست یا نیست. موسیقی این ابزار بزرگ. بعد از تمرین شمیم پیشنهاد میکنه که برای حسن ختام سفرم به لندن منو به جایی ببره دعا رو به صورت عینی ببینم، جایی که لااقل برای من این حس رو داره که کاش یه بار دیگه سر فرصت به لندن برگردم.
موسیقی